ایران بدون اعدام و شکنجه، کشوری که در اون جرثقال‌ها برای ساختن ایران آزاد و آبادی اون باشه، نه برای به دار آویختن انسان‌ها، کشوری که در اون سنگسار و دست و پا بریدن به افسانه ها پیوسته باشه. محاکم شهر و دادگاه های ضربتی در اون جایی نداشته باشه و عشق و دوستی و بردباری جای بی‌اعتمادی و کین و انتقام رو گرفته باشه. من یک آرزو دارم، ایران آزاد و دموکراتیک، کشوری که در اون همه مردم از حق آزادی، حق زندگی و حق امنیت به طور مساوات برخوردار باشند. هر کس آزاد باشه تا عقاید و خواسته‌هاش رو بیان کنه. هر کس آزاد باشه که اعتراض کنه. هر کس آزاد باشه که پوشش و راه و رسم زندگیش رو خودش انتخاب کنه. و زنان در همه امور از جمله رهبری جامعه از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. من یک آرزو دارم، ایران سرشار از بردباری و مسالمت و همچنین کشوری باشه که در اون انسان ها با عقاید و مذاهب گوناگون در کنار هم به طور برابر بتونن زندگی کنند. هیچ دینی ممنوع نباشه و هیچ دینی بر دین دیگر هیچ امتیازی نداشته باشه. تفتیش عقاید بر افتاده باشه و از صحنه جامعه ایران حذف بشه و کسی به خاطر باورها و افکارش تحت بیگرد و آزار قرار نگیره. من یک آرزو دارم، ایران صلح و دوستی، کشوری که جنگ و خونریزی و خشونت در اون به کلی رخت بربسته باشه، کشوری که به جای بنیادگرایی و تروریسم صلح و دوستی رو در منطقه و در همه جای دنیا اشاره بده، کشوری پایبند به همزیستی و حسن همجواری باشه. آری، من تردیدی ندارم که در مسیر تحقق این آرزو ما بر همه مشکلات فائق خواهیم شد. ما بنیادگرایی رو از صفحه تاریخمون برای همیشه پاک خواهیم کرد. هیچ چیز نمیتونه مانع طلوع آفتاب آزادی برای مردم ایران بشه و هیچ چیز نمیتونه مانع تحقق آزادی در ایران بشه. و در این لحظه من صدای ملت بزرگ ایران رو میشنوم که میگن ما پیروز میشویم، میهن ما آزاد میشود.